واقعا انگار من تو بهشتم، شایدم بهشت هم اینجاست با همین غذاها، نمیدونم، ولی هرچی هست خیلی خوشمزه است. سلام خدمت کلی بینندگان عزیز کانال آشپزی با نیلوفر. همونطور که مشاهده میکنید اینجا یک سری سبزیجات هست که من قراره با اینا یک سوپ خوشمزه ایتالیایی درست کنم، مینسترونه. مواد لازم رو هم در زیر خود ویدیو حتما می نویسم. پنیر پارمیزان هم داریم که در انتها بهتون میگم که به چه صورت در این سوپ استفاده میشه. بریم تا با هم روش تهیه سوپ رو داشته باشیم. بسیار خوب. ببینید حرارت بایستی متوسط رو به بالا باشه. ظرف رو میذارم روی اجاق گاز و حدود 2 قاشق غذاخوری، زیاد نبایستی روغن در این سوپ باشه، کافیه. و حالا پیاز رو، آبیشن و رزماری رو و سیر اضافه میشه به همراه هویج، کرفس. احتیاجی نیست فعلا کدو رو اضافه کنید چون کدو از لطافت بیشتری برخورداره، حالت اسفنجی میگیره به خودش اگه زیاد بپزه. خب کدوها رو میذاریم برای بعد و اینها رو فقط بایستی تفت بدید. لطفا دقت کنید، احتیاجی نیست سرخ بشه، احتیاجی نیست رنگشون عوض بشه، فقط نیازی که تفت داده بشه و تفت دادن یعنی این که فقط نرم بشه، یک جورایی پخته بشه ولی رنگ نگیره. خب درب ظرف رو میذارم تا یک مقدار حرارت توی قابلمه ایجاد بشه و سبزیجات راحت تر پخته بشن. یه مقدار بهش نمک اضافه میکنم. من اینجا از نمک یوددار استفاده میکنم. خوبه که هر از گاهی شما از نمک یوددار هم استفاده کنید. زیادش خوب نیست ولی اندازه چرا، برای بدن خوبه. یک مقدارم بهش رب اضافه میکنم، حدود همین مقداری که الان میبینید. خیلی ها مینسترونه رو به روش های مختلف درست میکنن ولی این روش کلاسیکشه و روش اصل و اصولیه که در خود ایتالیا درست میشه. حتما دقت داشته باشید که حرارت بایستی رو به بالا باشه، متوسط رو به بالا. در این زمان گوجه فرنگی رو اضافه میکنم. همونطوری که خدمتون گفتم قرار شد که من 2 روش پخت این سوپ رو بهتون آموزش بدم. تا اینجای کار هر 2 روش یکیه، یعنی تا این لحظه که شما بیننده هستید روش یکیه، فقط در یک مدلش لوبیا میخواییم بریزیم و در مدل دیگرش بدون لوبیا. عزیزانی که ویجیتریان هستن اون پروتئین رو میتونن از اضافه کردن لوبیا بگیرن و سوپشون رو هم لذیذتر. 2 روش رو امروز خدمتون دارم آموزش میدم که بدونید روش کار به چه صورته. حرارت حتما بایستی بالا باشه تا گوجه فرنگی هایی که پوست گرفته شده باشه، حتما گوجه فرنگیاتون و ریز هم خورد شده باشه که توی سوپ بایستی حل بشه به نوعی. ببینید عزیزان چه رنگ قشنگی به خودش گره، رنگ بسیار خوش رنگی داره این سوپ و یک بو و رایحه دلنشینی تو آشپزخونه من پیچیده که باورتون نمیشه. بوی آویشن، بوی رزماری، بوی کرفس و هویج، واو، نمیدونید، خیلی خوشمزه است. اگر بعضی از گوجه فرنگی ها رو دیدید که درشت هست، به این صورت با قاشق میتونید یه مقدار خوردشون کنید و لهشون کنید. ببینید عزیزان الان خود همین آب گوجه فرنگی باعث میشه که این سبزیجات ما نیمپز بشه و یه رنگ خیلی خوبی هم به سوپ ما میده در عین طعم‌دهی. و خوبی این روش این هستش که شما بوی خامی گوجه و رب رو حس نمی‌کنید، چرا که الان هم داره تفت داده میشه و هم داره میپزه. سرخ کردن و تفت دادن رب باعث خوش رنگی غذای شما میشه.
و زیادم از رب استفاده نکنید. من دیدم بعضی دو سه قاشق رب رو میریزن توی غذا، یه رنگ کدر مات و یک طعم بدی به غذا میدن که بیا برید. شما هر چیزی رو اندازه بایستی بریزید. الان تا اینجا بخشی از سبزیجات ما نیم پز شده. من کدوها رو اضافه میکنم. به به، چه رنگی. ببینید سبزیجات چقدر میتونه غذا رو خوش رنگ و خوش رایحه بکنه. حتما از سبزیجات تو غذاتون استفاده کنید. خیلی از عزیزان من دیدم فقط گوشت میخورن، اگه غذاشون گوشت نداشته باشه اسم اون غذا رو غذا نمیذارن. حتما از سبزیجاتی استفاده کنید که رنگهاش با هم همخوانی داشته باشه، یه هارمونی خوبی به غذای شما بده. ببینید عزیزان، حرارت بالاست ولی میبینید که سبزیجاتی که تو این ظرف هست نمیسوزه. حتما دور ظرف رو بایستی به این صورت پاک کنید که مواد نسوزه، باعث تیرگی و بدطعمی غذای شما نشه. حالا آب مرغ رو اضافه میکنیم. اگر دقت کنید میبینید آب مرغی که من اضافه میکنم چربی زیادی نداره. یه کوچولو چربی مرغ رو اضافه کردم، چرا که باعث خوشطعمی این غذا میشه. تا همین مقدار کافی هستش. حتما بایستی آب مرغ رو از یک صافی بسیار ریز رد کنید. در به ظرف رو میذارم، البته به این صورت بایستی نیمه بسته باشه. چرا؟ چون اگر در به ظرف شما کامل ببندی سبزیجات شما رنگ تیره‌ای به خودش میگیره و ما نمیخواییم این اتفاق بیفته. خب دوستان عزیز، سبزیجات رو نبایستی زیاد بپزید، چرا که هم ویتامیناش از بین میره و هم شکل و قیافه سبزیجات دفرمه میشه. این تا میزانی که من میخوام فعلا پخته، به دلیل اینکه میخواستم سوپ مینسترونه رو به دو روش به شما آموزش بدم، الان نیازی که من این سوپ رو در بخشش رو در این ظرف بریزم و بخش دیگه در خود همین ظرف بمونه که ببینید چه اتفاقی قراره بیفته. بسیار خوب دوستان عزیز، من این سوپ رو به دو قسمت تقسیم کردم که الان یک قسمت رو اینجا میذارم باشه و یک قسمت دیگر رو هم اینجا، تا شما هر دو ظرف رو بتونید توی دوربین داشته باشید. تیستش کنم ببینم که چه طعمی میده. اوه مای گاد، باور کنید نه به خاطر اینکه خودم اینو پختم دارم بهتون میگم، برای شو و نمیدونم این عدوات فرام نیستش، به قدری خوشمزه است، به قدری خوشمزه است که باورتون نمیشه. طعم سبزیجات همه بالانس، خوب، نمکش هم که اندازه است. یک مقدار شاید نیاز داشته باشه ولی اضافه نمیکنم تا ببینم شوری پنیر پارمیزان تا چه حده، ولی بسیار لذیذ و خوشمزه شده. قراره که من این سوپ رو بدون لوبیا داشته باشم و اون یکی رو با لوبیا. یک مقدار از این پاستاها رو اضافه میکنم. زیاد نباید پاستا بریزید تو این سوپ. یک مقدار هم داخل این یکی سوپ اضافه میکنم. حالا لوبیا رو هم بهش اضافه میکنم. و اجازه میدم که بپزه. دوستان عزیزی که قصد دارن این سوپ رو با لوبیا درست کنن، حتما بایستی لوبیاشون لوبیای سفید باشه. لطفاً لوبیای قرمز و اینجور چیزا نریزید. این سوپ بایستی با لوبیای سفید پخته بشه و میتونید به جای اسفناج از کاهو هم استفاده کنید، ولی نباید کاهو ریز خورد شده باشه.
کاهوها رو 2 سانت تا 3 سانت میتونید خورد کنید و اضافه کنید. بسیار خوب، درب ظرف رو هم میذارم تا پاستا بپزه و بقیه کار رو با هم داشته باشیم. بسیار خوب، یه سری به سوپمون بزنیم. اسفناج 1 رو اضافه میکنم. اسفناج رو که ریختید بایستی سریع خاموش کنید حرارت رو، همون 30 ثانیه که رو حرارت باشه کافیه، نیازی نیستش که اسفناج رو بپزه، میپزه در واقع، ولی اونطوری که ایرانی ها غذا میپزن نیستش، یه مقدار فرق میکنه، بایستی رنگ سبز خودش رو حفظ کنه و نرمی و لطافتی به اسفناج ها داده بشه به واسطه حرارت کافی هستش. من حرارت این سوپ رو خاموش میکنم، میمونه این یکی که پاستای این فکر میکنم الان دیگه کاملا پخته باشه. بله، خب اسفناجای این یکی رو هم اضافه میکنم. اگر خواستید کاهو بریزید در این یکی بایستی تا همین اندازه خوردش کنید، به این سایز اسفناجاتون هم بایستی به این سایز خورد بشه و ندارید ریزش کنید. ببینید سوپ ما روغن هم نداره، یعنی چرب نشده، پس روغن نبایستی زیاد در این سوپ باشه. این یکی که حرارتش خاموشه در به ظرفش رو به این صورت میذارم تا سوپ ما خنک نشه. من یکی رو هم الان خاموشش میکنم و میذارم که یه چند ثانیه بمونه و میریم برای سرو. سوپ ما آماده شد. این سوپیه که بدون لوبیا هست، روش رو یک مقدار پنیر پارمیزان میریزیم با یه دونه برگ ریحون، به این صورت تزئینش میکنیم. انقدر بوش خوبه، انقدر خوش رایه هست که باورتون نمیشه. خب من خدمتون بگم، ببینید این سوپو شما اگر نگاه کنید میبینید که همه چیزش اندازه است، سبزیجات و پاستا همه اندازه است. پنیر پارمیزان مثل تقریبا طعم پنیر و کشک خودمون میمونه و با این سوپ خیلی خوشمزه میشه. اگه دوست داشته باشید میتونید از لیموی تازه هم استفاده کنید، هرچند که توی دستور اصلیش نیست، ولی اگر دوست داشته باشید میتونید لیموی تازه هم بهش اضافه کنید به عنوان چاشنی. با اجازهتون من تیست کنم بهتون بگم مزهش چیه. واقعا انگار من تو بهشتم، شایدم بهشت هم اینجاست با همین غذاها، نمیدونم، ولی هرچی هست خیلی خوشمزه است، بسیار خوشمزه و لذیذه. اسفناجا، کرفس، هویج، پاستا یه هارمونی بسیار خوبی رو دارن و زمانی که میخورید در عین اینکه پخته شده یه لایه خیلی کوچیک از این سبزیجات حالت تازه رو داره، یه لایه بسیار بسیار کوچیک، خیلی کوچولو، شما باید اون حالت کرانچی و توردی سبزیجات رو حس کنید. و اسفناج تو اینجا بسیار نقش مهمی رو بازی میکنن، اون شیرینی و اون سویتنس هویج رو ازش میگیره و بسیار بالانس خوبی رو در این سوپ ایجاد میکنه. پنیر پارمیزان هم که نگو، طعمی بین کشک و پنیر بسیار لذیذ. اگر میخواید پنیر پارمیزان رو بگیرید لطفا ارزون قیمتش رو نگیرید، یه جنس خوب، یه کوالیتی خوب،
چرا که در طعم این سوپ تأثیر خواهد داشت. آدم دلش میخواد همه رو یه جا بخوره. خب میریم این یکی سوپ رو هم امتحانش کنم. اگر به بافت این یکی دقت کنید، اولا این برگ ریحون رو من همینطوری نذاشتم و این برگ ریحون یه رایحه فراتر از خود این سوپ هم به این سوپ میده. حتما این برگ ریحون رو در این سوپ بذارید، به خاطر اینکه خیلی خیلی خوشبوتر و خیلی خیلی خوشمزه ترش میکنه. ببینید بافت این سوپ رو ببینید، لوبیا داره و به خاطر همینه با سوپ دیگه، سوپ اولیه یک مقدار فرق میکنه. حالا با اجازهتون من تیستش کنم ببینم طعمش چیه و براتون بگم تفاوت این دوتا در چیه. هر دو یک سوپ هستن، هر دو از یک مواد تشکیل شدن، اما این لوبیایی که در این سوپ هست به مراتب به مراتب طعم متفاوت تری از این یکی سوپ داره. هر دوش لذیذه، هر دوش به نظر من بسیار خوشمزه است و حتما حتما بایستی امتحانش کنید. خدای من، توی این هوای سرد این سوپ نمبر وانه. حتما درستش کنید، حتما درستش کنید و کامنت بذارید بگید نظرتون راجع به این سوپ چیه. ریحون رایحش اینجا پیچیده، خیلی لذیذه. شما تا ویدیوهای کانال آشپزی با نیلوفر رو زیر و رو میکنید و نگاه میکنید، من حساب این سوپ رو برسم. خدا نگه دارتون. به به.